Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre les pronoms indéfinis. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. باز هم امروز می‌خوایم یه تعدادی ضمیر یاد بگیریم. تو فرانسه ما کلی ضمیرهای مختلف داریم و ضمایری که امروز می‌خوایم در موردشون صحبت کنیم، پرونوم اندفینی یا ضمیرهای مبهم هستن. حتما تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. می دباق ابون وویت ایسی اکلیک سو کلیک اون کلوشت پور نو دیرنیر ویدیو. اونی وا. Les pronoms indéfinis. ضمایر مبهم یعنی چی؟ مگه ما ضمیر مبهم هم داریم؟ بله. ضمیر مبهم چیه؟ وقتی که در واقع از شخص خاصی اسم نمیبریم یا داریم کلی صحبت میکنیم، همونطور که در فارسی هم میگیم مثلا کسی زنگ نزد، کسی شخص خاصی منظورمون نیست، یا یکی اونجا داره مثلا سر و صدا میکنه، نمیدونیم چه کسیه، چه شخصی هست. اونا لپرونوم اندفینی دیفرانت. ما ضمیرهای مبهم زیادی داریم و گاهی اوقات مثلا از کلمه های بکو و کلمات مشابه هم به عنوان این پرونوم اندفینی استفاده میشه. یعنی خیلی ها، خب این خیلی ها کیا نمیدونیم، یعنی به شخص خاص اشاره نمیشه. اما من اینجا چند تا رو که مناسب این سطح هست و تا الان هم در جملاتی که معمولا گفتیم تو توضیحاتمون اینا رو خیلی هاشو به کار بردیم و به گوشتون آشناست. الان میریم که بخونیم ببینیم به چه صورت از اینها استفاده میشه. پور کی؟ سوادیخ پور پرله ده پرسون دون پرسون. دان لا فرم افیرماتیف اون دی کلکن. کلکن برای اشاره به شخص و در جملات مثبت میگیم کلکن. کسی، یه نفر اومد، یه کسی اومد، یه کسی رو میبینم اونجا، کلکن. الا فرم نگاتیو اون اوتیلیز نو پرسون. پس دقت کنید اینجا ما دیگه نوپه نمیگیم مثلا. حالا توی مثال ها داریم خواهید دید. پور پارله دو توتالیته، وقتی کلی داریم حرف میزنیم، اون دی تول موند، همه، تول موند. پور کوا او دز اوبژه، برای صحبت در مورد اشیا یا غیر انسان، اون دی کلک شوز، کلک شوز در جملات مثبت، یه چیزی. دی موا کلک شوز، یه چیزی به من بگو. پور دان لا فورم نگاتیو اون اوتیلیز نو ریان. ژو نو مانژ ریان پار اگزامپل، من هیچی نمیخورم، چیزی نمیخورم. ژو نو مانژ ریان. پس نو ریان داریم که اینجا نو پا نمیگیم. پور پارله دو توتالیته اون اوتیلیز تو. تو و بیان، همه چی خوبه، تو و بیان. پس اینجا داریم چیزی، هیچ چیز، همه چی. اینجا داشتیم کسی، هیچ کس، همه. پور پارله دو او ان لیو الا فرم افیرماتیف اون اوتیلیز کلک پار، جایی، یه جایی. جو کلک پار، میرم یه جایی، نمیگم کجا. الا فرم نگاتیو اون اوتیلیز نو نول پار. نو نول پار. جو نو و پا، je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. هیچ جا نمیرم. Et pour totalité on dit partout. Je regardais partout. همه جا رو دیدم، همه جا رو گشتم، مثلا دنبال کلید رو میگردیم. پس برای صحبت در مورد مکان ما جایی، هیچ جا و همه جا داریم. و اما از کلکن شروع میکنیم. کلکن دزین این پرسون dont on ignore ou ne souhaite pas révéler l'identité. از کلکن برای این استفاده میکنیم، برای در واقع نشان دادن یک شخص استفاده میکنیم که خود اون شخص رو نادیده میگیریم، یعنی نام بردن از اون شخص برامون مهم نیست. او نو سویت پا ریویل لیدانتیته، یا نمیخوایم در واقع ماهیتش رو مشخص کنیم، نمیخوایم ازش اسم ببریم یا اسمش رو شاید نمیدونیم اصلا. Est-ce que quelqu'un a téléphoné? Est-ce que quelqu'un a téléphoné? کسی زنگ زده؟ آیا کسی زنگ زده؟ تلفن زده؟ کسی. دیگه اسم نمیبریم. آیا فلانی زنگ زده؟ آیا سارا زنگ زده؟ آیا مغی زنگ زده؟ آیا کسی تلفن کرده؟ او
Je vois quelqu'un. من یه کسی اونجا میبینم، یه نفر رو میبینم. Je vois quelqu'un. Et quand vous voyez quelqu'un pour utiliser à la place de sujet comme ici et à la place d'objet comme ici. پس این quelqu'un میتونه دقیقا مثل یک اسم یا مثل یک ضمیر هم در جایگاه فاعل و هم در جایگاه مفعول به کار بره. مثال بعدی، quelqu'un m'a dit que tu avais des soucis. Tu avais des soucis. Des soucis ça veut dire des problèmes. یعنی یه نفر به من گفته که تو مشکل داری. یه نفر به من گفته مشکل داری. خب نمیخوایم بهش بگیم کی به من گفته. میگیم چی؟ quelqu'un m'a dit. On peut aussi utiliser quelqu'un pour signifier une personne remarquable. Spécialement dans les exclamations. Par exemple, cette femme, c'est quelqu'un. خب ما یه کاربرد دیگه که کلکن داره اینه که اگه میخوایم برای در واقع بیشتر تو جمله‌های تعجبی میخوایم در مورد یک شخص خیلی برجسته با ویژگی ممتاز صحبت کنیم، مثل این جمله cette femme, c'est quelqu'un. این زن عجب آدمیه، عجب کسیه، یعنی حالا یه کار خاصی انجام داده، شاید زیبایی خاصی داره، شاید دانش خیلی خاصی داره. پس در واقع تو جمله تعجبی از کلکن استفاده کردیم. حواستون فقط باشه که کلکن، فکر نکنید که اینجا ما ان داریم و بعد بگیم برای فمینن اون به کار میبریم. دان لفرم سنگولیه اون نوتیلیز پا کلکن، اون نپا لفرم کلکن، اصلا ما کلکن نداریم، این همیشه کلکن هست و به همین صورت به کار میره. پر اگزامپل، پرمیل دانسوز کلکن ایته سلکسیونه، یعنی از بین این رقصنده ها، دانسوز رقصنده های خانوم، یه نفر انتخاب شد. از بین رقصنده های خانم یه نفر انتخاب شد. خب نمیگیم کی انتخاب شد، میگیم یه نفر انتخاب شد. پس این از کاربرد کلکن. همچنان با من همراه باشید در بخش بعدی درس. پرسون سینیفی لا پلوپار دو تام اوکن نول ای سامپلوا الور توجور اوک اون نگاسیون کم نو او سان. کلمه پرسون به تنهایی یعنی یه نفر، کسی، اما در این حالت، در این ضمایر مبهمی که داریم از پرسون صحبت میکنیم، در واقع بیشتر اوقات مشخص کننده اوکن یعنی هیچ کس هست، هیچ کس. بنابراین وقتی داریم میگیم هیچ کس، حتما در شکل منفی به کار میره، یعنی معمولا یا بیشتر اوقات با نو و سان همراه هست که هر دو شکل منفی هستن. پر اگزامپل ایل نیا پرسون، کسی اینجا نیست، کسی نیست. ایل نیا پرسون، نو پرسون. او ایل ات سول سان پرسون اکی پارله، او تنها بود بدون کسی که باهاش صحبت کنه، در واقع بدون هیچ کس که باهاش صحبت کنه. میبینید که اینجا سان آوردیم. در جملاتی که ما داریم جواب یک سوال رو میدیم و به طور تک کلمه ای میخوایم جواب بدیم، میگیم هیچکی. اینجا میتونیم دیگه نگاسیون رو استفاده نکنیم. اون پو اوتیلیزه پرسون سان ورب سان نگاسیون دان لکستیون. Par exemple, as-tu rencontré quelqu'un? Personne. با کسی ملاقات کردی؟ هیچ کس. اینجا دیگه لازم نیست بگیم که نو je n'ai pas rencontré personne. خب دیگه لازم نیست شکل منفی رو بگیم. با یک کلمه جواب میدیم. As-tu rencontré quelqu'un? Personne. هیچ کی. ادان لکمپارزون، زمانی که داریم مقایسه میکنیم، توی جمله های مقایسه ای هم در واقع جمله هایی که توش هم مقایسه یک شخص با شخص دیگه ای داریم انجام میدیم، باز هم پرسون رو به کار میبریم. اینجا هم نگاسیون استفاده نمیکنیم، شکل منفی نداریم. پر اگزامپل ال شانت کم پرسون، یعنی اون مثل هیچ کس دیگه آواز نمیخونه. منظورم اینه که اون تک داریم اون رو با بقیه خواننده ها مقایسه میکنیم. کم پرسون مثل کسی نمیخونه، یعنی خاص میخونه، مدل خودش میخونه. چند تا مثال هم براتون زدم که پرسون رو در مقابل کلکن میبینین. اون دی جو وای کلکن، من یه نفر رو میبینم. لو کنترخ سه جون وای پرسون، من هیچ کسی رو نمیبینم. او کلکن ویان،
یه کسی اومد، یه کسی میاد. پخسون نو ویان، هیچ کی نمیاد. خب میبینید که پخسون هم مثل کلکن هم میتونه ابژه باشه در این جمله ها و هم میتونه سوژه باشه، در هر دو حالت به کار میره. خب بریم بخش بعدی درس کلکو شوز و کلکو پاغم ببینید. Quelque chose désigne un objet, un concept ou un fait indéterminé. کلمه quelque chose چیزی، یک شیء یا یک مفهومی یا یک عمل مبهم یا نامعین رو در واقع میاد توصیف میکنه و ازش صحبت میکنه. Par exemple, est-ce que tu cherches quelque chose? Est-ce que tu cherches quelque chose? دنبال چیزی میگردی؟ Il lui est arrivé quelque chose. یعنی اون یه چیزی شده، یه اتفاق براش افتاده، یه چیزی شده. On peut aussi utiliser quelque chose pour parler d'un fait ou d'une chose remarquable. Notamment dans les exclamations. Par exemple, cet œuvre, c'est quelque chose. خب مثل همون چیزی که برای کلکن داشتیم، گفتیم از کلکن میتونستیم برای صحبت در مورد یک شخص خیلی خاص برجسته کردن اون شخص صحبت کنیم. کلکو شوز هم همینطوره. میتونیم از کلمه کلکو شوز برای نشون دادن یک حالا چیز خیلی خاص و تک و برجسته، خصوصا در جمله های تعجبی استفاده کنیم. Cet œuvre, c'est quelque chose. œuvre معمولا به کار هنری میگن، œuvre شاهکار، کار. این کار عجب چیزیه یا یه چیزیه، یعنی یه چیز خاصیه، منظورمون این هست. پس تو این حالت هم ازش استفاده میشه. و le contraire de quelque chose, c'est ne rien. Par exemple, je vois quelque chose. من یه چیزی میبینم. Je ne vois rien. من هیچی نمیبینم. او جوه. خب این برای quelque chose و rien بود. در مورد lieu یا par quelque part nulle part و غیره هم به همین صورت، من دیگه فقط براتون چند تا مثال نوشتم. Je vais quelque part. من میرم یه جایی. Je ne vais nulle part. من هیچ جا نمیرم. او جوه پختو، من همه جا میرم. و برای طول موند هم باز به همین صورت، جووا طول موند، من همه رو میبینم. او طول موند مووا، همه منو میبینن. خب میبینید در تمام این مثال هایی که زدیم، به جز در مورد لیو یعنی کلکو پر نول پر یا پختو، در مورد کلکم، پرسون، کلکو شوز، ریان، طول مون و تو، در این موارد خاص اینها همه هم میتونن در جایگاه سوژه باشن یعنی فاعل باشن، هم میتونن در جایگاه ابژه یا مفعول باشن. و در مورد مثال طول موند، ما طول موند رو ترجمه میکنیم همه، اما به فعلش نگاه کنید، طول موند مووا. طول موند یه جوره مثل ضمیر اون هست، یعنی معنیش جمعه، اما فعلش به شکل تخوازیم پرسون پلوریل به کار نمیره، تخوازیم پرسون سنگولیر. فعلش رو ما به شکل ایل، ال یا اون مفرد سوم شخص به کار میبریم. این رو دقت کنید، با اینکه معنی همه داره، اما فعل طولمون سوم شخص مفرد هست. این هم از درس امروزمون. خب دوستان عزیز، درس امروز هم به پایان رسید. امیدوارم از این درس لذت برده باشید و مطالب جدیدی یاد گرفته باشید. برای تمرین هر چه بیشتر فراموش نکنید، حتما تمرین های پایان درس رو حل کنید و پاسخ اونها رو در ابتدای جلسه آینده میتونید ببینید. لطفا ما رو در شبکه های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید و منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.